سلام همگی، ما دیگه به کارهای بازی فورتنایت عادت کردیم و کاری که هر فصل داره تکرار میکنه رو، مثل اینکه در این فصل هم دوباره قراره انجام بده و فکر نکنم خیلی از بازیکن‌ها از این کاری که میخواد فورتنایت دوباره انجام بده خیلی خوشحال بشن. آپدیت جدیدمون همین فردا پس فردا قراره به داخل بازی اضافه بشه و اطلاعاتی هستش که شما باید قبل از آپدیت بدونید و تفنگای جدیدی هم قراره به داخل بازیمون اضافه بشن، ولی فورتنایت داره روشون هنوز کار میکنه که یه تفنگ واقعا فوق‌العاده توی فایلای بازی وجود داره. در این ویدیو خبرهای جدید بازی فورتنایت رو که در این روزهای اخیر منتشر شده رو با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی قبلش یادتون نره که آیروگنگ یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و تازه به کانال آشنا شدید اون سابسکرایب رو بزنید و جزء آیروگنگ بشید. و برای مسابقه امروز این اسکینی که روی صفحه میبینید اسمش چیه حتما توی کامنت ها بگید و من چندین نفر از شما رو لایک میکنم. و بدون هیچ معطلی دیگه بریم ببینیم که فورتنایت چه چیز بعدی رو میخواد دوباره در داخل بازی تکرار کنه. خب اولین موضوع رو با اومدن آپدیت جدید یعنی آپدیت 15.30 شروع میکنم و آپدیت 15.30 به احتمال دیگه 99% قرار همین هفته بیاد، مگر اینکه فورتنایت بخواد الکی عقبش بندازه همین سه شنبه که فردا باشه یا چهارشنبه یا فوقش دیگه پنج شنبه قرار اونو در داخل بازی ببینیم. و این آپدیت همونطوری که در ویدیو قبلی گفتم قراره آپدیت ولنتاین ما هم باشه، یعنی اسکینای مربوط به ولنتاین رو به داخل بازی فورتنایت اضافه کنه. جوایز رایگان شما در داخل بازی بعد از مدت‌ها داشته باشید. الان فکر کنم همه دلشون تنگ شده که اون تب جوایز رایگان رو در داخل بازی ببینن. و فقط همین نیستش، امیدوارم که با آپدیت جدید تفنگ‌های جدیدم به داخل بازی بیاد یا حداقل یک آیتم جدید بیاد. بعد از مدت‌ها که ما آیتم جدیدی یا گان جدیدی رو در داخل بازی ندیدیم. چندین تا باگ هستش که فورتنایت گفته در این آپدیت اونا رو برای شما درست می‌کنه که می‌تونید باگا رو روی صفحه ببینید. لودینگ اسکرین روی پلی استیشن و ایکس باکس خیلی طول می‌کشه رفتنش به بازی، یعنی لودینگ اسکرین شما خیلی می‌مونه که واقعا باگ بدیه. چایلد بکبلینگ موقعی که شما ایم می‌کنید بکبلینگتون کلاً حریفو نمی‌ذاره شما ببینید. بعدش هم جامپ شات آوتفیت صورتش کلاً ریش و اینجور چیزا نداره. فورتنایت گفته که این مشکل رو در آپدیت جدید اینو حل می‌کنه. بعضی از صداها هم در داخل بازی دیلی دارن، فکر کنم روی نینتندو سوئیچ صدای ذره شاید دیلی داشته باشه یا روی کنسولای دیگه. بعدش شما وقتی می‌خواید برید توی ماشین موقع پریدن داخلش فال دمیج می‌خورید که این مشکل پیش اومده، بازیتون فریز می‌کنه روی پلی استیشن و ایکس باکس. فورتنایت گفته اینو هم حل می‌کنه. بعدش هم در بخش سیو دی ورلد پیکاکساتون کلاً انیمیشناشون مشکل داره که اینو فکر کنم بچهای سیو دی ورلد می‌دونن که منظور من چی هستش. و اینا رو به شما گفتم برای اینکه بدونید مشکلات همه از شما نیستش و بعضی از مشکلات خود فورتنایت داره و داره روشون کار می‌کنه. خب بچه‌ها همین الان یک خبر خیلی خیلی مهم دستم رسید از توییتر رسمی بازی فورتنایت که ماندلوریان مثل اینکه قراره غیر از ماها کسای دیگه ایرم در داخل بازیمون شکار کنه و مثل اینکه بعضیا از چیزای مهم کارهای جونزی باخبر شدن و باید یه جورایی از مپ ما حذف بشن. که میتونید توییت رسمی بازی فورتنایت رو ببینید و یه حرف خیلی جالب زده، نوشته برات یه کار دارم، اطلاعات بیشتر به زودی خواهند اومد. که بریم با هم این کلیپ رو ببینیم. خب همونطور که میبینید ماندلوریان داره به یکی از اسکینایی که در داخل بازی به صورت NPC هستش داره نگاه میکنه و همون اسکین فیش سیکسمون حالت کماندویش هستش. مثل اینکه یه چیزایی رو متوجه شده که ماندلوریان یه جورایی بره باید باش بجنگه. اگر به جاهای چرخیدن ماندلوریان توی مپمون دقت کنید، قسمتایی که داره میگرده روز به روز داره بیشتر میشه و الان داره از شمال تا جنوب مپ ما میگرده و اینور اونور میره. و با توجه به اینکه NPC های ما دارن کم کم از رازهای بازی فورتنایت و تکرار شونده با خبر میشن، جونزی داره میگه که دیگه وقتش شده که اینا رو بیایم حذف کنیم تا اینکه اطلاعات بیشتری رو به دست نیاوردن. و فکر کنم این ماهی ما در گوشه در نزدیکی ساحل مپ ما قرار داره و اگر ماندلوریان میخواد بره اونو بزنه باید خیلی سفر کنه و تو راه هم فکر کنم با ماها هم روبرو بشه. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ به نظرتون ماندلوریان میخواد NPC های دیگه رو حذف کنه و باهاشون بجنگه؟ یه چیزی دیگه که من اینجا متوجه شدم اینه که ممکنه ما ایموت جدید مخصوص ماندلوریان رو داشته باشیم که فورتنایت بخواد به داخل بازیمون اضافه کنه، یعنی ما بتونیم شخصیتایی که قبلا کشتیم و ببینیم شکلشون رو یا کسایی که به صورت باونتی هانتر پیدا کردیم و روی دستمون ببینیم، که واقعا به نظر من عالی میشه. یعنی زمانی که توی بازی باونتی گرفتیم و افتادیم دنبال حریف بتونیم با این کار حریف رو ببینیم. و در اینجا میرسیم به موضوعی که مربوط میشه به ویباکس رایگان که من در چندین تا ویدیو قبلم در موردش صحبت کردم و ما رو میرسونه به بخش بعدی ویدیومون و گرفتن ویباکس رایگان. چندین روز قبلی که فورتنایت کلا یک جامعه خیلی کوچیک و یک کامیونیتی
بتلز کوچیک گذاشته بود برای 400 تا فکر کنم 800 تا ویباکس اگر اشتباه نکنم و بازیکن‌ها میتونستن ویباکس خودشونو دریافت کنن با شرکت کردن در انجام دادن چالش‌های مختلف که میتونید روی صفحه ببینید. اگر شما یکی از این ستا رو انتخاب کرده باشید از 200 تا 800 تا ویباکس خودتون رو دریافت می‌کنید در 30 روز آینده. فکر کنم الان دیگه همتون میدونید کروپک جدید به داخل بازیمون اضافه شد بعد از مدت‌ها صبر کردن که ما رو میرسونه به موضوع بعدیمون. کروپک وی رو الان همین الان شما میتونید برید در داخل بازی بخرید به اندازه $12 فکر کنم و شما با خریدنش چیزای مختلفی رو مثل پیکاکس و بک بلینگ و کلاً رپ و لودینگ اسکرین خاص خودتون رو دریافت می‌کنید و میتونید تیزر رسمی بازی فورتنایت هم براش روی صفحه ببینید. زمانی که شما این کروپک رو خریدید فکر کنم چند روز بعد به شما 1000 تا ویباکس شما رو میده یا شاید هم همین الان بده. امیدوارم که این دفعه مشکلی پیش نیاد. اگر می‌خواید از من ارزش خریدش رو بپرسید که بهتون بگم واقعا ارزش خریدش رو داره. خیلی به نظر من پک قشنگی هستش و بریم با هم قسمت‌هایی رو ازش در داخل بازی ببینیم و برگردیم. خب کروپک خیلی قشنگی و فکر کنم یکی از کروپک‌های خیلی خوبمون در داخل بازی باشه. قبلیه که به نظر من به قول معروف مه بود، مثل اینکه قرار یک اسکین خیلی جالبم به داخل بازیمون بیاد. من نمیدونم قراردادی باشه یا نباشه، ولی با این قراردادایی که فورتنایت داره میبنده این روزا و اسکین‌های مختلفو میاره به دور از انتظار نیست که ما رو میرسونه به موضوع بعدی ویدیومون. اومدن اسکین واقعا عجیب با صداهای پای مخصوص خودش در داخل بازی فورتنایت. یک اسکین قراره به نام فرنچ فرای به داخل بازیمون اضافه بشه که حالا میشه سیب زمینی سرخ شده و آیا قراره مثل دوربرگرمون باشه یا تومیتو هدمون در داخل بازی باشه یا اصلا ربطی به اینا نداره. همونطوری که روی صفحه میبینید در داخل فایل های بازی 7 تا صدای دویدن وجود داره و که کد این اسکین فرنچ فرای یا FF هستش و صداهای پای خیلی عجیب داره که بریم اول این صداها رو بشنویم و برگردیم. خب من نمیدونم که FF میتونه چی باشه. الان بازیکن‌ها دارن حدسای مختلفی رو میزنن در مورد اسکینایی که قراره به داخل بازیمون اضافه بشه. خیلیا میگن که Five Nights at Freddy هستش، یکی از بازی‌های ترسناکمون و یکی از شخصیت‌های مشهورش و فورتنایت مثلا میخواد به داخل بازیمون اضافه کنه که نمیدونم. بازیکن‌ها میگن که صدای پای اون هستش. اگر شما بازی کردید حتما توی کامنت‌ها بگید. مارکو پلایر هم فکر کنم زیاد بازیش می‌کنه و دیگه از فورتنایت همه چیز انتظار میره این روزا. شده یه جورایی فصل قراردادهای ما، غیر از فصل قبل که پر از قرارداد بود، این فصل هم پر از قرارداد و چیزایی هستش که فکر کنم آرزوی دالان ماسترده که داره به داخل بازیمون اضافه میکنه. فکر کنم داره آرزوی بچگیهای خودش رو همه رو به داخل بازی میاره، از آیرون من تا شخصیت های کامیک دیگه که معلوم نیست بعدی قراره کدوم باشه. و من در اول ویدیو حرف از اومدن یک گان خیلی جالب در داخل بازی زدم که ما رو میرسونه به موضوع بعدیمون. یک گان جدید و یک قابلیت جدیدم در داخل بازی با این گان پیدا شده که اگر یادتون باشه من چندین وقت قبل در مورد اومدن یک گانی صحبت کردم، گانی که هر چقدر شلیک کنید اون گلوله‌اش منفجر میشه. که بریم با هم اول ببینیم این گان رو. برگردیم. خب نسخه دیگه این گان مثل این که به داخل بازیمون قراره اضافه بشه و فورتنایت داره روش کار میکنه و معلوم نیست که قراره به داخل بازیمون بیاد یا نه، ولی میتونید روی صفحه ببینید که میکس گفته تین استک یکی از گانایی هستش که شما میتونید ازش یه جورایی از هوا شلیک کنید به بازیکنهای دیگه. که فکر کنم اینو اگه فورتنایت اضافه کنه هم کمپرها کم میشن، همین که آدم نمیتونه از خودش دفاع کنه و همیشه باید بالای خودش رو ببنده. بریم گیم پلی این تفنگ رو در داخل بازی ببینیم و برگردیم. خب من نمیدونم چه نظری باید داشته باشم در مورد این گان. خیلی وقته که ما گان جدید ندیدیم و به نظر من هر گانی میخواد اضافه بشه فقط ما ببینیم یه چیز جدید اضافه بشه. به نظر میاد فورتنایت میخواد یه کار خیلی قدیمی که داره همش توی چپتر 2 انجام میده رو دوباره در داخل بازی تکرار کنه و اون عقب افتادن دوباره فصلمون هستش که دیگه نمیدونم بازیکن‌ها در مورد این موضوع چه نظری دارن و میرسونه ما رو به بخش بعدی ویدیومون، یعنی دوباره عقب افتادن فصل جدیدمون در داخل بازی. عقب افتادن فصل دیگه یه جور برای ما عادت شده، فصل جدیدی نبوده که فورتنایت اونا رو عقب نندازه. حالا به دلایل مختلفی، مثلا مشکلاتی که در جهان پیش اومده یا مشکلاتی که خودش برای خودش فورتنایت پیش آورده و فصل‌های مختلف خودش رو عقب انداخته، دیگه این دفعه هم مثل اینکه ما دوباره قراره چنین چیزی رو ببینیم. حالا میپرسید که سینا چجوری از این موضوع مطمئنی؟ همونطور که روی صفحه میبینید وست بلاست گفته که سیزن 5 بازی فورتنایت باید در 16 مارچ تموم بشه که فکر کنم درست میشه 16 ماه بعدی، ولی نوشته چالش‌های XP کوین
کوینی که شما میتونید در داخل بازی به دست بیارید در 18 مارچ تموم میشه، که به نظر میاد فصل ما قراره حداقل یه هفته دوباره عقب بیفته. گفته از این موضوع مطمئن نیستش، ممکنه تغییر بکنه، ممکنه تغییر نکنه و شاید هم اتفاقی نیفته که دیگه ما عادت کردیم یه هفته عقب افتادن فکر نکنم اونقدر زیاد باشه. بازیکن‌ها میتونن چالنجا رو انجام بدن و کارهای مختلف خودشون انجام بدن تا لول خودشونو ببرن بالاتر و حالتای ویژه اسکینای بتل پاس خودشونو باز کنن. خب بچه‌ها، موضوعات خیلی فانی رو با هم دیگه بررسی کردیم و امیدوارم همین فردا و پس فردا آپدیت جدید به داخل بازی بیاد، و زمانی که آپدیت بیاد میدونید که مثل همیشه موضوعات مختلفو من برای شما پوشش میدم و هیچ سوالی رو دیگه برای شما نمیذارم، چون میخوام همتون دیگه هرچی به داخل بازی اضافه بشه در موردش بدونید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و ساب رو فراموش نکنید که حتما بزنید و همتون عشقید. من سینای رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.